بر اساس اصل 35 از فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. و بر اساس ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. و جلسه امروز در جلسه امروز وکلای تعیینی متهمین که پرونده ها را مطالعه و متهمین نیز ملاقات داشتند حضور دارند. از طرفی لازم است به استحضار برسانم با توجه به اینکه برای هر یک از متهمین مذکور کیفرخواست انفرادی از سوی دادستانی تهران صادر گردیده و به لحاظ ارتباط افراد مؤثر در این فتنه و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم ابتدا اجازه داده می شود مطالب عمومی مربوط به این جریان قرائت و دلایل و مدارک آن ارائه و سپس به ترتیب نوبت دادگاه در خصوص هر یک از متهمین کیفرخواست اختصاصی آنان با احصاء نوع اتهامات در همین جلسه قرائت می گردد. در این جلسه نماینده دادستان تهران متن کیفرخواست دومین گروه از متهمین پروژه شکست خورده کودتای مخملی را قرائت کرد. اکبری در این کیفرخواست به دو بخش برنامه‌ریزی و طراحی کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران به منظور فروپاشی و براندازی نرم در کشور و دخالت آنان در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری به ویژه اقدامات گروهک‌های ضد انقلاب و تروریستی و نقش آنها پرداخت. در کیفرخواست در خصوص بخش اول یعنی برنامه‌ریزی و طراحی کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران به منظور فروپاشی و براندازی نرم در کشور و نقش آنان در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمده است برای تحقق این اهداف استفاده از رسانه، دیپلماسی عمومی، ایجاد سازمان‌های مردم نهاد و شبکه ارتباطی و سازماندهی مخالفان با هدف نافرمانی مدنی و راه اندازی پروژه مبارزه عاری از خشونت از مهمترین نقش و کارکرد برخوردار بوده و بودجه‌های کلان و ابزار نوین ارتباطی نیز برای آن تخصیص یافته است. در ادامه کیفرخواست با اشاره به روش‌هایی که برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس برای پروژه براندازی نرم یا به تعبیر خودشان دیپلماسی عمومی در دستور کار قرار داده بودند آمده است، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر در ایران، ایجاد وبسایت ها و اعزام برخی افراد از نخبگان و صنوف تاثیرگذار در لایه‌های اجتماعی به خارج از جمله روش‌های در دستور کار بوده است. در این کیفرخواست با اشاره به اقدام آمریکا در راه اندازی دفتر امور ایران در دبی و نقش این دفتر در دیپلماسی عمومی برای پروژه براندازی نرم خاطر نشان شده است. در پی دستگیری برخی عوامل طرح‌های آمریکا در ایران در سال 87 واشنگتن به پروژه اکسچنج یا تبادل افراد و گروه‌ها روی آورد. در ادامه کیفرخواست نماینده مدعی العموم به نقش برخی سفارتخانه‌ها و رسانه‌های غربی به ویژه انگلیس به عنوان بازوی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در ایران اشاره شده و آمده است مسافرت متعدد دیپلمات‌های انگلیسی به شهرهای مختلف ایران خصوصاً قم و تماس با برخی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستان‌ها به کارگیری گسترده کارمندان محلی برای جمع‌آوری اطلاعات به ویژه در ناآرامی‌ها حضور مستقیم برخی دیپلمات‌ها در تجمعات غیرقانونی خیابانی جمع‌آوری اطلاعات به طور شبکه‌ای توسط متهمه خانم کلیوتی دریس تبعی فرانسه از اغتشاشات برگزاری جلسه ای از سوی وزارت امور خارجه انگلیس با حضور گروهک های اپوزیسیون از جمله منافقین در لندن پس از شکل‌گیری اغتشاشات و تأکید بر لزوم استمرار اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی به ویژه پس از اقامه نماز جمعه مورخ 29/3/88 حضور الکس پینفیلد دبیر اول سیاسی و توماس برن دبیر دوم سیاسی سفارت انگلیس حین برخی درگیری‌ها و آشوب‌ها
حضور کاردار انگلیس در یکی از تجمعات غیرقانونی بعد از انتخابات، شرکت پاول بلامی، معاون بخش ویزای سفارت انگلیس در تاریخ 28/3/88 در میدان فردوسی و عکسبرداری از تجمع آن روز، ملاقات برخی دیپلمات‌ها و کارمندان محلی سفارت انگلیس با چند نفر از اعضای ستاد مرکزی برخی کاندیداها و تخصیص بودجه 300 هزار پوندی برای پرداخت به NGO‌های داخلی از جمله اقدامات برخی دولت‌های غربی به ویژه انگلیس است. نماینده مدعی العموم در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش رسانه‌های بیگانه به ویژه شبکه خبری دولتی BBC اشاره کرد. بخش دوم کیفرخواست دادگاه امروز که اکبری نماینده دادستان تهران آن را قرائت کرد، به اقدامات گروهک‌های ضد انقلاب و تروریستی و نقش آنها در حوادث پس از انتخابات و آشوب‌های اخیر اختصاص داشت. از جمله گروه‌هایی که در این بخش از آنها اسم آورده شده است، گروهک نهضت آزادی است. در کیفرخواست مواردی از اقدامات و مواضع اعضای اصلی این گروهک به ویژه دبیرکل آن و ارتباط فعال و نزدیک نهضت آزادی با ستادهای برخی کاندیداها بیان شده است. در کیفرخواست همچنین به نفوذ برخی عوامل گروهک تروریستی منافقین در ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداها و تلاش این گروهک برای ایجاد ناامنی و اختشاش اشاره شده و آمده است. گروهک منافقین به برخی از مرتبطین خود که از قبل در اردوگاه اشرف واقع در عراق آموزش‌های تروریستی را گذرانده و با اهداف مشخص به داخل کشور اعزام شده بودند، دستورالعمل اقدام ایزایی و تروریستی اهم از آتش زدن اتوبوس‌ها، بانک‌ها، کیوسک‌های تلفن، حمله به مراکز نظامی، انتظامی و نیروهای بسیج را ابلاغ کرده بود، ضمن آنکه یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های گروهک تروریستی منافقین مستقر در کشور انگلیس، هدایت تیم‌های ترور و اختشاش داخلی را بر عهده داشته است. در ادامه کیفرخواست به نقش گروه‌های قومگرا و تجزیه طلب در آشوب‌های اخیر نیز اشاره و تاکید شده است. برخی عوامل این گروه‌ها با نفوذ در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها و جمع‌آوری اطلاعات برای انفجار عین سخنرانی یکی دیگر از کاندیداها در تبریز برنامه‌ریزی کرده بودند و از این افراد دو قبض سلاح و تعداد 20 بمب به دست آمده است. در کیفرخواست از گروهک انجمن پادشاهی نام برده شده و در خصوص اقدامات این گروهک گفته شده است. این گروهک که با اتخاذ استراتژی براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق اقدامات تروریستی با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی تشکیل گردیده. عوامل این گروهک همچنین برای بمب‌گذاری و انجام اقدام تروریستی در دو مرکز پرجمعیت رأی‌گیری حسینیه ارشاد تهران و مسجد النبی نارمک و همچنین بمب‌گذاری در مراکز پرجمعیت از جمله امامزاده حضرت علی اکبر علیه السلام چیزر، امامزاده زید علیه السلام واقع در بازار تهران و حسینیه فاطمیون در خیابان مجاهدین برنامه‌ریزی کرده بودند که قبل از هر اقدامی بازداشت شدند. در ادامه جلسه دادگاه و پس از قرائت بخش دوم مقدمه کیفرخواست، رسیدگی به کیفرخواست آرش رحمانی پور، عضو گروهک تروریستی انجمن پادشاهی، ناصر عبدالحسینی، عضو گروهک تروریستی منافقین، رضا رفیعی، حسین رسام، تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس و خانم کلوتی دریز، تبعه فرانسه آغاز شد.